به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. من این نامه شهریاران پیش، بگفتم بدین نغز گفتار خیش. از آن نامداران و گردن کشان، که دادم یکایک از ایشان نشان. جهان کردم از سخن چون بهشت، از این پیش تخم سخن کس نکشت. بناهای آباد گردد خراب، ز باران و از تابش آفتاب. پیفکندم از نظم کاخی بلند، که از باد و باران نیابد گزند. همه رخش اندیشه را زین کنیم، جهان را به شهنامه آذین کنیم. هر آن کس که شهنامه خوانی کند، چه مرد و چه زن پهلوانی کند. ز گفتار دهقان یکی داستان، بپیوندم از گفته باستان. درود بیکران بر شما دوستان عزیز، خانوم ها و آقایان. امیدوارم هر کجا که هستید شاد و خوش و خرم و تندرست باشید. مدتی این مثنوی تأخیر شد، اما بسیار شادمانم که باز هم در خدمت شما هستم و ادامه داستان‌های شاهنامه رو از سر می‌گیریم. در خدمت شما هستیم با کتاب ارجمند شاهنامه و داستان‌های این کتاب عزیز و فراز و فرودهایی که هست. در برنامه‌های قبل اگر خاطرتون باشه، در فصل مفصل کاموس کشانی بودیم و خاقان چین در پی ادامه جنگ‌های طولانی ایران و توران و خون سیاوش و کین سیاوش، ایرانی‌ها، پهلوانان، دلاوران چه بسیار جنگ‌ها کردند که انتقام این سیاوش مظلوم رو بگیرن. و جوانان وطن، انتقام خون جوانان وطن چه بسیار کشته شد، چه در ایران، چه از سرداران ایرانی، چه از سرداران تورانی. و بعد از جنگ های دراز، ایرانی ها با سرافرازی و پیروزی و غنایم بسیار بالاخره سرزمین توران رو ترک کردند و به ایران برگشتند و جشن بزرگی برای اونها برگزار شد از طرف شاه کیخسرو. بعد از مدتی جهان پهلوان رستم هم برگشت به زابلستان. رسیدیم به داستان اکوان دیو. ببینیم در این داستان چه ماجراهایی قرار اتفاق بیفته. فراغ همچون ضحاک است اندر سینه پنهانم، به دامت افتاده دل چه سهرابی نمیدانم. گرفت افراسیاب ترک چشمت کشور جانم، چو بیژن اندرون شاه غم داری به زندانم. شغادی همچه رستم ساختی در شاه مهمانم. عقد جواهر سخن کهن در نظر دوستان، داستان ما داستان اکوان دیو. پیش از هر چیز لازم به ذکر دوستان عزیز که در این داستان چند نکته یا اشاره خیلی جالب هست.
اول ضرب المثل دیو وارونه کار، این که ببینیم این داستان، ریشه این داستان یا ضرب المثل به کجاها میرسه و ماجرا چه هست. دوم مسئله آدم فضایی ها هست که در این داستان میبینیم در دوران کهن ما چنین داستانی داشتیم، داستان آدم فضایی ها. سوم مسئله گرد بودن زمینه که میبینیم پیشینیان ما، نیاکان ما به گرد بودن زمین و این علم آگاه بودن. خب در این داستان فردوسی به رسم همیشگی که در شروع داستانش و یا فصلی رو که آغاز میکنه که خطبه ای داره، اینجا هم با یک خطبه آغاز میکنه که با این شروع: تو بر کردگار روان و خرد ستایش گزین تا چند در خورد. فردوسی در شروع چند بیت براءت استحلال داره. یعنی چی؟ براءت استحلال یک آرایه ادبی است، یعنی اینکه شاعر یا سخنور یا داستانگو آغاز سروده خودش رو طوری بنویسه که پیش زمینه رو به شنونده یا خواننده میده، پیش زمینه اصلی رو، یعنی خواننده با خوندن اون چند بیت در اون مایه اصلی رو میتونه حدس بزنه، میتونه بفهمه که چه اتفاقی قراره بیفته یا مقصد، نیت و مراد نویسنده یا شاعر یا داستانگو چه هست. همینطور فردوسی به ما آگاهی میده، یادآور میشه که هر آنچه که ما در این نامورنامه داستان میخونیم و یا در همین ماجرای اکوان دیو میبینیم دروغ و افسانه ندونیم. میفرماید بسیاری از حوادث این کتاب منطبق با موازین عقلی هست و منطقی، اما معنی بعضی وقایع عجیب و خارق عادت به رمز و اشاره و استعاره است. بعد به فیلسوفان مادی و استدلالی میتازه و معتقده که خردمند در برخورد با این داستانها اگر فقط به موازین عقلی و منطقی تکیه بکنه که هیچ، اصلا مطالب رو باور نخواهد داشت، ولی اگر به معنی و راز و رمز نهفته در این داستان‌ها و استعاره‌ها به پردازه، اختلافی در اونها نخواهد دید. از او چند اندر خورد با خرد، دگر در ره رمز و معنی برد. بعد فردوسی میره بر سر داستان و همچنین به رسم همیشگی منبع داستانش رو یا راوی داستانش رو اسم میبره یا یاد میکنه. در اینجا میگه که این گفتار از گفتار دهقان پیر هست. سخنگوی دهقان چنین کرد یاد که یک روز کیخسرو از بام داد، بیا راست گلشن به سان بهار، بزرگان نشستند با شهریار. کیخسرو در بارگاه با بزرگانی چون گودرز، گستهم برزین گرشاسب، گیو گرگین روحام خراد و جهان پهلوان رستم، سبیل در سبیل نشستند که میر آخر شاه به درون آمد. شهریارا چه نشسته اید که گوری پیدا شده، که گوری پدید آمدن در گله، چو دیوی که از بند گردد یله. یکی نره شیر است گویی دژم، همی بفکند یال اسبان زهم. شهریارا این جانور، این دیو، رنگ خورشید دارد و خطی سیاه چون مشک سیاه، که از یال تا دنبال او کشیده شده. چه بگویم از چهار دست و پایش چون چهار گرز گران است. کیخسرو رفت در عالم فکر، نه این حیوان نمی تواند گور باشد، حتما اهریمنی است یا دیوی است در ظاهر گور.
یک توضیح بدم. گور یا گور ایرانی رو حتما میدونید، نوعی گور خر یا گور اسب هست با رنگ قهوه‌ای مایل به سرخ یا مایل به زرد. کیخسرو از بین پهلوانان رو کرد به رستم. جهان پهلوان، کار کار توست. چنین گفت رستم که از بخت تو نترسد پرستنده تخت تو، چه دیو و چه شیر و چه نر اژدها، ز شمشیر تیزم نیابد رها. رستم با رخش رخشان روانه شد، رسید به دشت. سه روز به تاخت و جستجو، روز چهارم چشمش افتاد به گور. برانگیخت رخش دلاور ز جای به دنبال گور. به تاخت و تاز کمند رو چین چین کرد، انداخت برای گور. گور در یک آن از جلوی چشم رستم غیب شد. گفت چه معنی دارد گوری در کمند من غیب شود؟ بدانست رستم که آن نیست گور، ابا او کنون چاره باید نزور. جز اکوان دیو این نشاید بودن، ببایستش از باد تیغی زدن. از دانایان شنیده بودم که اکوان در پوستین گور در چنین جایی است. باز گور پیدا شد، کمان رو به زه کرد جهان پهلوان، پرتاب تیر. باز گور غیب شد. سه روز و سه شب رستم با رخش به تاخت و جستجو، روز چهارم تشنه گرسنه رسید کنار چشمه‌ای چون گلاب. فرود آمد و رخش را آب داد، هم از ماندگی چشم را خواب داد. ماندگی یعنی خستگی. زین کیانی از گرده رخش برگرفت، سرش رو گذاشت به نمد زین، به خواب عمیقی فرو رفت. چکوانش از دور خفته بدید، یکی باد شد تا بر او رسید. به خودش گفت اگر این بیدار شود کس از عقده او بر نیاید. پس زمین گرداگرد رستم رو برید، رستم رو برداشت، تنور زنان از دشت برد به گردون، برد به فضا. اگر مردی جوان مردی بیاموز، ز مردان جهان مردی بیاموز. مردانگی به قدرت بازو و مال نیست، مرد آن بود که درد دلی را دوا کند. بر بی‌دفاع ظلم مکن، از خدا بترس، زیرا ز بی‌دفاع حمایت خدا کند. بر هم مزن ز کینه دل و آشیان کس، غافل مشو که چوب خدا بی صدا بود. غافل مشو که چوب خدا بی صدا بود. زمین گرد ببرید و برداشتش اکوان دیو، ز هامون به گردون برافراشتش. تهمتن بیدار شد، دید توی هواست. زمین هم مثل یک سپره، یعنی کره زمین به اندازه یک سپر. خیلی جالب هست،
شاید این داستان اولین داستان رفتن آدم به فضا باشه و همینطور ماجرای یک موجود فضایی یا یک آدم فضایی، و یا اگر اولین داستان نباشه یکی از کهن‌ترین یا یکی از اولیها. نکته دوم مسئله اشاره به گرد بودن زمینه که به نظر میرسه نیاکان ما به اون آگاه بودن که در داستان‌ها و اسطوره‌ها از بهش اشاره کردن. القصه رستم چشمش افتاد به اکوان دیو، چه ندید؟ سرش چون سر پیل و مویش دراز، دهان پر ز دندان‌های گراز، دو چشمش کبود و لبانش سیاه، تنش را نشایست کردن نگاه. با خود گفت کار بر من تمام شد، مگر یار باشد خدای زمان، یزدان پاک. دیو دید رستم بیدار شد، نعره زد آی پیلتن، خودت مرگت را انتخاب کن، تو را به دریا بیندازم یا به کوه. چو رستم به گفتار او بنگرید، هوا در کف دیو وارونه دید. این ضرب المثل یا اصطلاح دیو وارونه کار از دوران کهن در داستان‌ها و افسانه‌ها و روایت‌های عامیانه و اصطلاحات مردمی بوده. کلمه دیوانه یعنی دیوگونه، یعنی مثل دیو. در اصطلاح عامه به کسی میگفتند که روان پریش هست یا تعادل روحی نداره یا بیمار روحی هست و کارهای خلاف کارهای دیگران میکنه. در افسانه های ایرانی دیو نماده، حالا یا نماد زشتی و پلشتی یا نماد شیطانی و اهریمنی و زشتی و یا وارونه کاری. رستم فهمید این همان اکوان دیو وارونه کاره. به خودش گفت حرف و کار دیوان وارونه است، اگر بگویم به دریا بینداز به کوه می اندازد، و اگر بگویم به کوه به دریا، پس بهتر است بگویم به کوه، مگر مرا به دریا اندازد، مگر از دریا نجاتی باشد. ای دیو، دانایان چین مرا گفتند که اگر کسی در دریا بمیرد، در آن جهان با فرشتگان هم نشین نمی شود و رستگار نمی شود. به کوه هم بینداز تا ببر و شیر ببینند چنگال مرد دلیر. اکوان گفت چرا تو را به دریا نیندازم تا خوراک ماهیان و نهنگان نشوی؟ پس رستم را به دریای ژرف اندر انداختش، چنان چون شنیدش دگر ساختش. همان که از هوا سوی دریا رسید، سبک تیغ تیز از میان برکشید. با دست چپ و پاها شنا میکنه، با دست راست و با شمشیر با ماهی ها و نهنگ ها جنگ. رسید به خشکی، به مالید رخسارگان بر زمین، بر آفریننده کرد آفرین، گفت یزدان پاک سپاس. برگشت کنار همون چشمه، دید اثری از رخش نیست، هرچه گشت ندید. های رخش من، کشنده وجود تاج بخش، های رخش فرخنده پی، برآشفت و برداشت زین و لگام، بشد بر پی رخش تا گاه
بام رفت و رفت و رفت تا رسید به مرغزار افراسیاب. گلدار اسب‌های افراسیاب هم در خواب. رستم دید رخش افتاده در بر مادیان‌های گله و غریو شادی می‌کشه. دمان رخش با مادیانان چو دیو، میان گله برکشید غریو. چو رستم بدیدش کیانی کمند، بیفکند و سرش اندر آمد به بند. زین و برگ گذاشت به گرده رخش، هر جا گله اسب‌ها دید به اونها تاخت. گله دار خبر شد، گفت این کیست که جرأت چنین کاری کرده؟ با سواران حمله کردند به رستم. رستم سبک تیغ تیز از میان برکشید، بغرید چون شیر و برگفت نام که من رستمم پور دستان سام. عده‌ای را کشت، چوپان فراری، رستم به دنبال او. از قضا افراسیاب هم به قصد سرکشی و دیدار اسب‌های خودش شکار کنان داره میاد به همین مرغزار. خبر به افراسیاب که رستم یک تنه زده به گله اسب‌ها. افراسیاب خشمگین از این گستاخی دستور داد لباس رزم پوشید. گفت چون این خار گشتیم و گشته زبون، که یک تن سوی ما گراید به خون. به تنها ز ما می رو باید گله، نشاید چون این کار کردن یله. شاه ترکان با 4 پیل و گروهی سوار به دنبال رستم. رستم ستون اول رو گرفت به باد تیر، ستون دوم رو نرم کرد به گرز گران. دستش رفت به لخت گرشاسب، اولی رو انداخت به قاب دهن، دومی تخت سینه، سومی فرق سر، چهارمی زیر زنخ. چپ راست زد، خست بست، کشت درو کرد، ریخت بالای زمین، از کشته پشت ساخت. افراسیاب دید تا به جنگ با رستم رو نداره، سر مرکب رو برگردوند فراری. پیلها و اسبها و چه بسیار غنیمت موند برای رستم. شنیدم که رستم به مازندران همی رفت با تیغ و گرز گران. رستم عمور شد بر مازندران برای نجات کیکاووس و رؤسای اردهش. روز معین ساعت سعد انداخ به سمت مازندران. رسیدن رستم اول خطه مازندران، به گرد بیابان همی بنگرید. بیابان سراسر پر از گور دید، دست رستم به ترکش یک گور زد. گوشش گرفت کشید کنار چشمه، سرش برید، پوستش کند. ز خار و ز کاشاک شاخ درخت یکی آتشی برفروزید سخت. غذایی تهیه کرد خورد، پس آنگه خرامون بشد نزد آب. چو سیراب شد کرد آهنگ خواب، زین و لجام از رخش گرفت زد به شاخه درخت. با لشتک سپر زیر سر نفیر خواب رستم بلند، در آن نیستان بیشه شیر بود. شیر داره میره به سمت کنامش، یه اسب دید، یکی هم اونجا خوابیده. نخست اسب را گفت باید شکست،
چه خواهم سرابرم خدایت به دست. اومد حرف رقش قاب دهن را باز کرد، بیاد برای رقش. رقش دو دستن در آورد و زد بر سرش، همی تیز دندون به پشت اندرش. یک قوت کله شیر کند. رستم از خواب بیدار شد، اول یه تنه درخت گذاشت، دو سه هزار تا شنو پیش رفت، نرم شد. چه بیدار شد رستم تیچنگ، جهان دید بر شیر تاریک و تنگ. رستم برگشت کنار همون چشمه، ناگهان خدنگ مار کش با مار شد جفت. قضا هم خنده زد هم آفرین گفت. اکوان ندید یک کوه سیاه دید، اکوان نعره زد های تو از نبرد سیر نگشتی؟ باز هم که در این دشت تو را پیچان به جنگ میبینم، چگونه از دریا و ماهیان و نهنگان گریختی؟ رستم امان نداد، کمند انداخت به بندش کشید، دست برد به گرز گران، بزد بر سر دیو چون پیل مست. سر و مغزش از گرز رستم بخست، فرود آمد و آبگون خنجرش براهیخت و ببرید جنگی سرش. همی خواند بر کردگار آفرین، کزو دید پیروزی روز کین. جان کلام اینجاست، تو مردیو را مردم بد شناس، تو مردیو را مردم بد شناس. کسی کو ندارد ز یزدان سپاس، هر آن کو گذشت از ره مردمی، ز دیوان شمر مشمر از آدمی. خرد گر بدین گفته ها بگرود، مگر نیک معنیش می بشنود. گو آن پهلوانی بود زورمند، به بازو ستبر و به بالا بلند. گوان خان تو اکوان دیوش مخان، ابر پهلوی چون بگردد زبان. اینجا فردوسی تعبیری داره از دیو و اکوان. دیو رو مردم بد و کلمه اکوان رو در ترجمه زبان پهلوی گوان میدونه، یعنی شجاعان، و این خیلی جالب هست. ببینیم داستان عاشقانه بیژن و منیژه در برنامه آینده، شرح این هجران و این خون جگر. این زمان بگذار تا وقت دیگر. جهان سر به سر عبرت و حکمت است، چرا بهره ما همه غفلت است.